خب این جشنی که هستش تو فیلم واقعا همون روز اتفاق افتاده و ما اون رو ثبت کردیم. در واقع ما خیلی دلمون میخواست که حتما این اتفاق بیفته، یعنی ایران پیروز بشه و ما فیلم با یک جشن ملی پایان پیدا کنه. و واقعا همون روز با خودمون فکر میکردیم که اگه ایران به بازه چی میشه، چه اتفاق میفته. من از اول دعا میکردم که ایران ببره و گل بزنه، اونم تو نیمه دوم حتما گلش رو بزنه. حتی اگر نیمه اول میزد واقعا یه خورده کار ما مشکل تر میشد. شما فرض کنید که حالا دختره باید در بره، باید با اون بریم برگردیم، اینا رو چگونه جا دادن تو اون و به اوج رسوندنش سخت میشد. اما وقتی تو نیمه دومی با اوج میرسونیم، درست لحظه اوج دیگه باید از اون استادیوم خارج بشیم، دیگه کاری با اونجا نداریم. این اگه اتفاق در نیمه اول میافتاد کار بسیار مشکل میشد. تقریبا اون چیزی که ما میخواستیم اتفاق افتاد. گویا از قبل میدونستیم این داستان چی خواهد شد، سناریوشو گویا ما نوشته بودیم و بازیکنان فوتبال بر اساس سناریوی ما بازی کردن و این اتفاق افتاد و رسید به اون جشن پایان فیلم و اون سرودی که من دلم میخواست حتما ازش استفاده کنم. شاید تو دید روشنفکری یک مقدار اینجا چیز پیدا کنه، یک مقدار تناقض پیدا کنه، یا خود من اصلا با این ملی‌گرایی به این شکل اصلا موافق نیستم. به نظر من خیلی دوره که این گونه ملی‌گرایی رو بتونیم در یک فیلم بتونیم اینطوری واردش کنیم. اما این سرود اصلا فرق می‌کنه قصه‌اش. و قصه ملی‌گرایی الان در ایران با هر کشور دیگه به نظر متفاوته. این سرود 61 سال پیش ساخته شده. یعنی یه روز گل گلاب میاد بیرون و میبینه که یه سرباز آمریکایی داره یکی از هموطنانش رو اذیت میکنه. ناراحت میشه، میره میشینه و این سرود رو میسره. این سرود توش هیچ کلمه غیر فارسی وجود نداره، یعنی انگلیسی، عربی، هیچ چیزی توش نیستش و از یک هیچ نظام حکومتی نمیگه. خب سرودایی که در کشور ما ساخته شده بر پایه نظام‌های حکومتی بوده، یعنی گفته قبل از انقلاب گفته شاهنشاه ما زنده باد، بعد از انقلاب گفته شده که شد جمهوری اسلامی به پا. اما این در این اصلا از نظام حکومتی نمیگه، از مردم میگه، از فرهنگ مردم میگه و اینکه از اون کشوری که میتونه مهد هنر باشه داره میگه. به نظر من در شرایطی که انقدر مخالفت هستش با تمام اون چیزهایی که گذشته به ما ارث رسیده، حتی با مثلا فرض کنید که با نوروز، با چهارشنبه سوری یا هر چیزی که از ایران قبل از اسلام هست مخالفت داره میشه، نهایتا این سرود میتونه یک رنسانس باشه، یک یادآوری یک رنسانس باشه. این خیلی تفاوت داره به ملی‌گرایی، درست همون اتفاقی که در قرون وسطا میفته برای اینکه رهایی پیدا کنن از اون شرایطی که اون موقع بوده، یادآور گذشته خودشون و تمدن گذشته و مفاخر اون تمدن رو میکنن و میگن که ما این گونه هم بودیم. به نظر من این سرود یک رنسانسه تا حکایت از ملی‌گرایی باشه و به این دلیل دلم خواست حتما تا پایان فیلم با این تموم بشه و یک ایدئالی که ما این محدودیت ها رو برداریم و در یک شرایط انسانی کنار هم یک در یک جشن حضور پیدا کنیم. ببینید سرنوشت ما رو واقعا بازی مشخص میکرد، میگفتیم ما دعا میکردیم که چنین باشه. ای شاید اگر اون بازی این گونه نمیشد و ایران نمیرفت به جام جهانی، این فیلم هم سرنوشت جزی نداشت. در واقع این فیلم خودش ساختش اون پایانشو، من بهش حاکم نکردم، من چیزی رو به زور وارد نکردم، همونطور که مثلا در دایره به زور وارد نمی کنم. در دایره اگر اینا به زندان نمی رسیدن دروغ بود و باید می رسیدن. پس اگر سیاهی است، سیاهی رو من به فیلم تزریق نمی کنم، این خود فیلمه که می کشونه، این خود پرسوناژ هاست که می کشونه، میگه اگر چیزی جز این بگی دروغ گفتی و چون من با سینما عهد و پیمان بستم که دروغ نگم، اول به خودم دروغ نگم و بعد به تماشاگر، پس اون خود سرنوشت اونو پیدا میکنه و اینجا هم این خودش پیدا میشه، به اینجا میرسه. اما خواست قلبی من، آرزوی من این بود که
به یک جشن ملی برسه، به یک پیروزی برسه، به یک شادی برسه. همون ایدئالی که داریم واسه کشورمون که برسیم به اینجا. اینو ما تزریق نمی‌کنیم. اگر متأسفانه الان وقتی که ناتوان میشن در مقابل این فیلم‌های ما که از واقعیت داریم صحبت می‌کنیم، شروع می‌کنن به ما انگ‌های مختلف چسبوندن. یکی از اینا مثلا سیاه‌نمایی. نه فیلمساز سیاهی خودش نمی‌سازه. سیاهی رو چیز رو رنگ نمی‌کنه، نمی‌ریزه، بلکه این سیاهی در جامعه هست. تنها کاری که داره می‌کنه اون رو ثبت می‌کنه. میگه این هست. یعنی من در واقع دارم یک گزارشی به تاریخ میدم و این گزارشم رو باید صادقانه بدم و بگم که تاریخ در این لحظه این گونه هستش و خودم چیزی رو بر اون تزریق نکنم، چیزی رو بر اون غالب نکنم که و بر سندیت اون شک کنیم.